یه آزمایش دیگه انجام میده اینم جالبه من من جای خالی اینجور پژوهش رو تو نظام آکادمی که خودمون خیلی میبینم یعنی پژوهش های میدانی این شکلی که یه چیز جالب بادم یاد میده تو این پژوهش به سه گروه از آدما یه کار ساده دادن یه سری کاغذ بهشون دادن متن تایپی انگلیسی بوده گفتن مثلا ای رو حرف ای رو تو همه کلمات دورش خط بکشید سه گروه بودن همشون یه کار انجام میدادن ولی سه جور مختلف آزمایشگر به کار اونا واکنش نشون میداده گروه اول که خیلی خوش خوشونشون بوده وقتی ای رو پیدا میکردن میووردن آزمایشگر نگاه میکرده اسمشون هم رو برگه اونا مینوشتن و بعد میگفته بله و میذاشت رو کاغذهای دیگه گروه دوم آزمایشگر دو تا کار باشون میکرده یکی اینکه اسمشون رو, رو برگه نمی نوشتن یعنی معلوم نبود این کار کیه دو اینکه اصلا نگاه نمیکرده همجوری میگرفته به پشت میذاشته رو کوهی از برگه ها گروه سوم که <applause> احتمالا ماها اگه بودیم عضو این بودیم خیلی عضواشون خراب بوده نه اسمشون رو رو کاغذ میتونستن بنویسن نه آزمایشتر نگاه میکرده یه دستگاه خورد کنه کاغذ اونجا بوده و این کاغذ رو همونجا جلو چشمشون خورد میکرده مثل همون در واقع لگویی که جلو چشمشون خراب میکرده حالا چرا این آزمایش خیلی جالبه چون چیز بدیهی دیگه حالا شما ممکنه بگید این سه گروه هر کدوم تا چقدر پیش رفتن به همشون هم پول یکسان میدادن خب طبیعیه که گروه دو و سه چون نتیجه کارشون دیده نمیشه اونقدر انگیزه ندارن که باز انجامش بدن اما یه چیز درخشان و جالب اینجا وجود داره که گروه دو اونایی که اسمشون رو می نوشتن و میذاشتن رو برگه ها و گروه سه اونایی که توی خورد جلوشون ریز ریز میکردن عین هم و در یه جا بی خیال کار می شدن. یعنی سروش نادیده گرفتن آدما معادل خورد کردن آدماست. یعنی دو به نظر خشونتش کمتر از سه میرسه اسمشون نیست میزه سه دیگه جلو چشمش دارن نتیجه کارشو پاره میکن اما عین هم اثر میذاره برگردیم به سوال اول این فصل چطور میتونیم انگیزه ی آدم رو نابود کنیم با نادیده گرفتن کارش با از بین بردن زحمتش خب حالا باز برمیگردیم به نظام کاری خودمون مسئله لوکالمون میدونی که سارت هم در این باره خیلی صحبت کرده که مسئله نگاه یعنی میگه آدم ها با نگاه بقیه است که فعالیتاشون معنادار میشه اگر دیده نشن اصلا برای همینه که شما رفتارای خودتون رفتارای فردی رو بهش فکر کنین وقتی که در معرض نگاهید وقتی در معرض نگاه ادهی کمتری هستید وقتی در معرض نگاه مثلا فقط یک نفرید که دو و وقتی که تنهای تنها هستید دفت و, دفت و هیچ خیلی نگاهی میکنه. وجود اصلا یه فیلسوف تجربه گرا به نام برکلی که اسم دانشگاه برکلی هم از اونه یه سوال میپرسه میگه اگه یه درختی توی جنگل بیفته و هیچ کس نبینتش و هیچ کس صدای افتادنش رو نشنوه هیچ کس اونجا نباشه آیا واقعا درخت افتاده یعنی پیرو حرف شما اینقدر دیده شدن به اینکه ما و سوال سخت اینه که در نظام کاری ما در نظام شغل در جامعه ما چقدر آدم رو دیده میشن چه درصدیشون در واقع این شانس رو دارن که دیده بشن توی فیلم پاپیون پا اگر اشتباه نکنم وقتی رفتن به اون جزیره دور افتاده ای بله. که دیگه بینام و نشان بود دیگه ته دنیا بود اون معمور پلیس گفت که اینجا هیچ کس از شما هیچ خبری نداره و هیچ کس نمیدونه حتی شما اینجا این <applause> و این بود چیزی که یه دفعه این زندانی شنبید. ها اصلا تموم میشون گفتن خب ما الان بمیریم زنده باشیم سختی بکشیم شکر کی, کی میدونه پس دقیقا دقیقا, دقیقا. و من سروشان فکر میکنم خیلی ها شدن به این جزیره یعنی هیچ کسن یعنی نامرئیان یعنی دیده نمیشن یعنی دستاوردهاشون نتیجه کارشون اصلا برشون نمود نداره و این برمیگرده به یه در واقع تنظیمگری که از چند قرن قبل بعد از کتاب آدام اسمیت ثروت ملل ایجاد شده آدم اسمیت معتقد بود که ما برای اینکه بهره وری رو ببریم بالا باید تقسیم کار کنیم. یه مثال معروف داره از کارخانه تولید سنجاق. میگه اگه یه کارگر از اول تا آخر این سنجاق رو بسازه خیلی طول میکشه. ولی خوبه که یکی ها رو ببره، یکی خمشون کنه، یکی مثلا اون سر سنجاق رو جوش بزنه، یکی نوکش رو تیز کنه، یکی ببنده و تم. اینجوری خیلی سریع تره. چون یه نفر سی سال وقتی مفتول رو خم میکنه دیگه خیلی سریع این کارو میکنه. ولی چی اینجا از بین رفت رابطه آدما با نتیجه کارشون میدونید آدمی که سی سال یه مفتول رو داره خم میکنه اصلا نمیدونه داره چی کار میکنه نه نتیجه کارش رو میبینه نه اثر کارش رو میدونید در واقع با محصول و با نتیجه کارش از خود بیگانه شده و از این استفاده کردن توی برای کشتن ام. یعنی وقتی که آفرین آفرین نازی ها میمدن و میکشتن قتل رو تکه تکه تک کردن و هر بخشی شده هیچکس خودش رو قاتل نمیدونه چقدر مثال خوبی زدین یعنی اگه اون آدم ها از اول تا آخر پروسه مثلا قتل میخواستن انجام بدن انجام نمیدادن خیلی نکته مهمی ها یه پدیده دیگه ای رو در مورد انگیزه میگه یه منطق پنهانی رو, رو میکنه بهش میگه پدیده ایکیا خیلی جالبه حالا ایکیا تو ایران نیست دیگه پس تبریق هم نمیشه میشه راجبش حرف زد یه فروشگاه خیلی بزرگیه که ویژگی داره شما مثلا اگه یه کمودی یه جا کفشی یه چیزی ازش میخرید خودتون باید سر همش کنید یعنی اینا توی جعبن و بعد یه نقشه داره که شما این چوبو کجا بذارید چجوری جوری به هم چفت کنید و بشه جا بعد جالبه که آدما وقتی در ساخت چیزی نقش دارن، مشارکت دارن، وقت میذارن و زحمت میکشن ارزش اون چیز برشون خیلی خیلی زیاد میشه خیلی زیاد، یعنی به صورت میانگین تو سایت های فروش لوازم دست دوم قیمت محصولات ایتیا وقتی کسی میخواد جا کفشیشو بفروشه خیلی بالاتر از قیمت محصولاتی که ما آماده میخریم میدونید خیلی حالا بعد میگم می که ربطش چیه یه مثال دیگه سال 1940 یه شرکت تولید پودر کیک اومد کار خانوما و آقایونی که کیک میپختن خیلی ساده کرد شما پودر کیک رو داشتید توش آب میریختید میذاشتید تو فر میشد کیک قرار بود خیلی بفروشه ولی نمیفروخت چون آدم‌ها احساس میکردن که کیک نمیپزن احساس میکردن دارن تقلب میکنن خیلی شبیه اینه که از قنادی کیک آماده بخرن یه کار عجیب کردن تولید کیک رو سخت کردن یعنی اومدن تخم مرغ و شیر رو ازش حذف کردن حالا شما پودر کیک داشتید یه تخم مرغ توش میشکسید شیر میریختید هم میزدید حالا میذاشتید تو فر فروش خیلی رفت بالا آره به این میگن پدیده ایتیا یعنی ما دوست داریم رابطه قلبی و عاطفی داریم با چیزی که میسازیم من شما چون خودتونم آموزگار و معلم هستید فکر میکنم چقدر جالبه اگر معلم‌ها اینو بدونن بچه‌ای که درس نمی‌خونه باید دیده بشه آفرین باید بهش توجه بشه، باید بهش مسئولیت‌های سپرده بشه و باید بشه. در خلق اون دانش نقش داشته باشه این چی مثلا من میتونم فرمول بنویسم رو تخته بگم اینه ولی این میتونیم ما با هم آزمایشش کنیم حساب کنیم زمان و ببینیم مثلا شتاب چه جوری حساب حالا همه اونا تو این هیچ وقت یادشون نمیره عاشق اون فرمولن چون خودشون ساختنش میخوام بگم ما وقتی از خود بیگانه این با محصول کارمون برای همین اصلا انگیزه نداریم برای همین دیر میریم سر کار برای همین زود میپیچونیم برای همین دستشویمون زیاد طول میکشه که یه زمانی رو مثلا بخوایم به بتالت بگم. ضرونیم. باز حالا برم سراغ آزمایش های جالب تر آقای دناریلی دو تا گروه رو که اوریگامی بسازن همشون مبتدی بودن در واقع خیلی مثلا یه توضیح توی... میدین که اوریگامی چیه اوریگامی یعنی که کاغذ رو تا کنیم و مثلا یه شکلی و یه پرستوی یا مثلا چیزی بسازیم باش بعد دو تا گروه بودن یه گروه سازندگانن اوریگامی رو میسازن بعد آزمایشتر میرفته بهشون میگفته خب این که کاغذ ماست تو هم که بابتش پول گرفتی پس این پرنده پرنده ماست اگه میخوای اینو ببری خونه این چیزی که ساختی باید در واقع چیز کنی به ما یه پولی بدی بالاترین پیشنهاد چقدره حالا این پیشنهادها رو یادداشت میکنم با یه عالم آدم یه ده گروه هم غیر از سازندگان خریدارانن یه ده آدم عادی هم میارن میگن آقا شما این اوریگامی رو چند میخری یعنی میخوام ببینم قیمت واقعیش وقتی ناظر بی طرفه چقدره اونایی که خودشون ساختن پنج برابر بیشتر پیشنهاد داده بودن یعنی عددی که احساس میکردن ارزش اون کاغذ تا شده است پنج برابر بیشتر از قیمت واقعیش بود چرا چون وقت گذاشته بودن چون با دستاشون تا کرده بودن چون اشتباه شده بود یه بار دیگه ساخته بودن جالب اینه که دن لیگ این آزمایش رو یه جوری دیگه هم انجام میده دوباره گروههایی رو میاره اوریگامی بسازن اما دستورالعمل رو بهشون کامل نمیده یه جایی اشتباه یعنی طرف خودش بد فکر میکرده اینقدر راحت نبوده اینو تا کن اینو به این بچسبون سخت بوده حالا قیمت از حالت یعنی و اوریگامی خیلی زشت پرستوی گردنش <تصفح> کج بوده پاش بالا بوده یه چیز افتضاحی علیرغمی که افتضاح بوده چون زحمت بیشتری براش کشیده بودن عددی که تخمین میزدن ارزش اون خیلی بیشتر بوده اوج این نگاه تو, محصول، مهمترین محصولیه که ما تولید میکنیم یعنی چی بچه هامون خب ولی مثال خیلی چیزی یا سورال یا ولی شما بچهتون چند میفروشین میدونید احتمالا یاد فوشک عوض کردن ها میفتید بعد قلقی دعواها یه عددی میگین که اصلا هیچکی نمیتونه بخره حالا سوال بعدی شما بچه همسایه رو چند میخرین احتمال عدد خیلی خیلی کم درسته ولی اگه نگاه کنیم آدم زیاد با هم فرقی ندارن دو تا کلی است و جمع کنیم یه عددی میشه میخوام بگم مثال عجیبی ها ولی میخوام حسش کنیم که ما نسبت به محصول کارمون و نسبت به نتیجه کارمون یه علقه عاطفی عمیقی داریم خیلی زیاد من پراید داشتم چون جونمونو براش گذاشتیم چون براش وقت گذاشتیم دقیقا اصلا نه بیشتر از وقت آره آدم داره از جانش, جانش مایه, مایه میذاره آفرین آره. من پراید داشتم بیج بود اسمش غلام بود اسم داشت حفیت داشت بعد با یه دوستم به نام مازیار که خیلی خوره ماشین بود ما حالا شاید عجیب باشین آقا معلم مثلا کوچه‌وردی ماشین من خیلی خیلی روش وقت گذاشته بودیم این بغلش گیج روغن و اینا داشت یه باله داشت رو و عقبش یه سیستم صوتی و بعد این بود که من یه جایی به مشکل مالی خوردم بعد اینو میفروختم و نمیتونستم بفروشمش چون عددی که قیمت میذاشتم خیلی خیلی بالاتر از قیمت یه پراید بود چون دستان روغنی شده بود موقع کار باش چون میدونید چون عمر بعد از اورای زیادی رو با مازیار اونجا با هم گذرونده بودیم دیگه بعد بالاخره مثلا یه نفر اومد دید حل نمیشه برد فروخت که از دوستام اوورد پولش داد به من حالا امیدواریم که بیشتر از اون نفروخته باشه ولی <applause> یه نکته مهم اینه که آیا ما تو اون نتیجه کارمون به عنوان یه کارمند به عنوان یه نیروی کار در جهان مدرن اصلا اثر کارمون رو میبینیم آیا این رابطه عاطفی رو با کار داریم بعد های مهمی سروشان نشون میده که اگه ما در واقع کار رو معنادارتر کنیم یعنی رابطه آدم با نتیجه کارشون رو رابطه جدیتر و اصیلتری بکنیم اتفاقا برخلاف چیزی که آدم اسمیت فکر میکرد بهرهوری میره بالا درسته که ریتم و سرعت تولید میاد پایین اما چیزای دیگه میره بالا مثلا آدما بیشتر دوست دارن بمونن سر کار آدما بیشتر به هم کمک میکنن آدما با انرژی ذهنی و عاطفی بیشتری همین سر کار آفرین حالا راجع به این پایانش حرف میزنیم دقیق